سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم در خصوص اینکه چطور میتونیم داده ها رو وارد پاور بی آی بکنیم و از اونا استفاده بکنیم صحبت بکنیم. خب ببینین، توی پاور بی آی وقتی که ما اون رو باز میکنیم، همونطور که تو جلسه قبل گفتم، ما 4 تا ناحیه داریم. یکی ریبون بالایی هست، یکی ریبون های سمت راست هست و ریبون سمت چپ و ریبون پایین که هر کدوم کاربرد های خودشون دارن. در مرحله اول که ورود داده میخواییم بکنیم، تو قسمت هوم، تب هوم، من اینجا get data رو میبینم، همینطور اکسل رو میبینم و حالا چیزهای مختلف که اصلش در واقع خلاصش اینجا هست و تمامی موارد رو اینجا هم میتونیم ببینیم و باز اگر بیشتر خواستیم میتونیم مور رو بزنیم. ما میتونیم داده ها رو از جاهای مختلف وارد پاور بی آی بکنیم و میتونیم از اکسل بگیریم، از یه سرور SQL بگیریم و چیزهای مختلف و ترکیبی از اونها هم میتونیم بگیریم. خب ما اول داده‌ها رو تو این دوره از اکسل میخونیم به خاطر اینکه راحت تر هستش و خیلی جا هم داده‌ها رو وقتی که میخوان استفاده کنن از ادمین یه خروجی اکسل درخواست میکنن و من تجزیه تحلیل داده‌ها خودم مستقیم شاید به سرور وصل نشم. اما اگر شما این دسترسی رو به سرورها داشته باشین، میتونین از SQL هم استفاده بکنین و داد مستقیم برین وارد SQL سرور بشین و داده ها رو از اونجا بکشین بیرون. خب وقتی که مور رو زنیم، میبینین که ما انواع مختلف سرورها و جاهای مختلف رو داریم که داده ها رو میتونیم ازش بخونیم و همونطور که گفتم SQL هم یکی از اونها هستش، اکسس یکی از اونها هستش و جیسون که ما توی اکسل وقتی که میخوایم با داده ها کار کنیم خیلی مشکل داریم که با جیسون بتونیم کار بکنیم، باید جیسون رو تبدیل بکنیم به در واقع داده های ستونی، ولی اینجا راحت میتونیم داده های جیسون رو بخونیم و ازشون استفاده بکنیم. اگر SQL سرور میخوایم وصل بشین، میتونین اینجا کانکت رو بزنین و API که در واقع دارین، لینکی که وصل میشه به سرورتون رو وارد بکنین اینجا و میتونین حتی یه کدی رو هم اینجا بذارین، کامنت SQL بنویسین که همه دیتابیس رو نخونین، میتونین یه کوئری ازش بگیرین و بخونین و خب چیزی هستش که خیلی کمک میکنه ما رو توی خوندن داده ها مستقیم از SQL سرور، چون اگر اینطوری در نظر بگیرین یه کار منوال که ادمین میاد خروجی میگیره اکسل و به ما میده رو داریم حذفش میکنیم و خیلی کمک میکنه. ولی خب تو اینجا حالا ما از اکسل میخواییم استفاده بکنیم و اکسل رو هم میتونیم از اینجا بزنیم هم از اونجا و بعد داده هامون رو انتخاب بکنیم که سلز دیتا داده های من هستن. قبل اینکه من این داده ها رو توی پاور بی آی فراخوانی کنم، بذارین خود اون اکسل رو باز کنم براتون. این اکسلی هستش که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم. خب همونطور که میبینین من ستونهای مختلف دارم که داده ها توش ذخیره شدن. این یه فرمت بسیار خوب برای تجزیه و تحلیل داده هاست. یعنی چی؟ یعنی من فیلد یا ستونهای مختلف دارم، سر ستونم مشخص شده و تو هر کدوم از این سطرها یه رکورد یا یک داده دارم که الان در مجموع من 8399 تا داده رو توی این اکسلم دارم که میخوام تجزیه تحلیل. شما هم وقتی که میخواین پاور بی آی درست بکنین، اکسل یا داده اولیتون خیلی مهم هستش. اصولا ما این اکسل رو از یک سروری گرفتیم، از یک جایی گرفتیم و داده ها به همین صورت ستونی هستش و توجه بکنین که داده ها هم ممکنه مثلا الان ناکنین دیت من به صورت نامبر هستش، بعضی جاها اعداد شاید به صورت تکست ذخیره شده باشن. شما لازم نیست توی اکسل تغییری ایجاد بکنیم وقتی داریم پاورپوینت رو درست میکنیم، تو خود زمانی که ما داریم دیتا رو رید میکنیم این تغییرات رو میدیم. اما این سرستون ها چی؟ اینا چیزایی هستش که شما وقتی میخواین تجزیه تحلیل داده‌هاتون رو شروع کنیم باید تعیین بکنیم. حالا چه میخواین خودتون از SQL خروجی بگیرین یا ادمین میخواد ازش خروجی بگیره بهتون بده. شما میگین من این داده ها رو میخوام، من مثلا اوردر آیدی رو میخوام، زمان سفارش یا تاریخ سفارش رو میخوام، اولویت رو میخوام، تعداد رو میخوام، پرایس رو میخوام،
تخفیف رو میخوام و چیزایی که میخواین توی تجزیه تحلیل داده هاتون وجود داشته باشه. که اینا رو چجوری تعیین میکنین؟ اینا رو باید بر اساس گزارشی که میخواین ارائه بدین تعیین میکنین. برفرض اول اینکه من میخوام به مدیر فروش گزارش بدم. چه چیزهایی باید گزارش بدم؟ مثلا چه تعداد در ماه فروخته شده، کجاها بیشتر فروختیم، چجوری به چه کسانی فروختیم و غیره. یا اینکه مثلا میخواین یه مشکلی رو پیدا بکنین. چرا مثلا فروش من توی زمانی کاهش پیدا کرده؟ عوامل مربوط به اون رو باید در نظر بگیرین. و اینکه چه داشبورد یا ریپورتی رو میخواین تهیه بکنین تعیین میکنه که چه ستون‌ها یا فیلدهایی رو باید توی گزارشاتون داشته باشین. که این بسته به هدف شما پس داره. پس اینا تعیین میشه و هر چقدر دیتاتون بیشتر باشه، خب ما میتونیم تجزیه تحلیل بیشتری رو انجام بدیم، گزارشات بیشتری رو تهیه بکنیم. اما از اون طرف خروجی گرفتن به سرور رو هم مشکل تر میکنیم. چرا؟ چون داده‌های بیشتری میاد، خروجی میگیره و فشار بیشتری رو سرور میاد. پس باید یه تعادلی رو اینجا ایجاد بکنیم برای خودتون و بهترین کارش هم این هستش که از طریق پرسش و پاسخ برای خودتون و مدیرتون به این نتیجه برسیم که من الان چه گزارشی میخوام تعیین بکنم. اینا رو بنویسم، چیزایی که لازم دارم که توی گزارشم وجود باشه، نمودارهایی که میخوام تهیه بکنم، روندهایی که باید وجود داشته باشه. اینا رو که تعیین کردین، بعد باید بیاین بگین که خب من واسه اینکه به این گزارش برسم به چه داده هایی رو نیاز دارم و اون داده ها رو تعریف بکنم و بگم که خروجیش رو بگیریم. شاید بعضی وقتا اصلا کلن یه اکسل به شما بدم بگم آقا بیا اینو تجزیه تحلیل بکن بسن. اون قضیهش فرق داره. شما دیگه داده هاتون آماده هستش، باید به این شیوه تهیهش بکنیم، به این شیوه ترتیب بدین که ستون داشته باشه و رکورد داشته باشه. حالا این کار رو یا تو خود اکسل باید انجام بدین یا توی پاور بی آی. با توجه به امکاناتی که تو پاور بی آی هست، ما خیلی از داده هایی که به اصطلاح میگیم داده های کثیف، به این شیوه میگیم داده های تمیز، خیلی از اون داده های کثیف رو میتونیم به این داده های تمیز تبدیل کنیم از طریق خود ابزار پاور بی آی که حالا توی همین دوره شاید یه سری از نمونه هاش رو ببینیم. و چرا میگم بهتره تو خود پاور بی آی انجام بدیم؟ به خاطر اینکه این اکسل رو وقتی شما میگیرید، شاید فردا، ماه دیگه یا سال دیگه دوباره همین شکلی اکسل رو بگیرین و اول باید بیاین تبدیلش کنین دوباره به داده‌های تمیز. اما اگر تو پاور بی آی تمیزش بکنین، دیگه دوباره همین اکسل رو گرفته باشین، خودکار پاور بی آی خودش تمیز میکنه براتون. که حالا اینجا میبینیم من اکسل رو پس میبندم، این داده‌های فروش هست و سرستون‌هایی که داریم که حالا بیشتر در موردش تو خود پاور بی آی صحبت میکنم. پس این الان کل داده‌های من هستش. میام اینجا اکسل رو میزنم و سلکت میکنم در واقع داده‌ای که دارم میگیرم رو، اون اکسلی که ذخیره شده داده‌های من، و اوپن میکنم. بعد از اینکه این کار رو کردم، این پاور بی آی شروع میکنه یه کانکشن درست کردن به اون اکسل. یعنی چی یه کانکشن درست کردن؟ یعنی یه لینک رو ایجاد میکنه که میگه آقا داده‌های من توی این آدرسی که اینجا نوشته شده با این نام، با این اسم اکسل ذخیره شده و این کانکشن من توی اینجا وجود داره که حالا بعداً کانکشن رو هم میتونیم ببینیم. خب وقتی که داده اکسل رو رید کردش و خانش کردش، اومده گفته ناکن این یه فایل اکسل من هستش، sales.data.xlsx. این شیتی هستش که تو اونجا وجود داره. من فقط یه شیت تو اون اکسل داشتم و شیت داده‌های من بودش که این همون چیزی هست که میخوام بخونم و اگر روش کلیک کنم میتونم داده‌ها رو هم مشاهده کنم، اون داده‌هایی که وجود داره و نحوه خانش اونها رو، و اگر بخوام ازش استفاده کنم باید چک باکسش رو هم بزنم. که وقتی چک باکسش رو میزنم لود داره و ترانسفورم دیتا داره که میبینیم. اگر شیت‌های دیگه داشته باشه همینجا نشون میده. اونایی که میخواین از داده‌هاش استفاده کنین رو فقط باید چک باکس بزنین. ممکنه من 100 تا شیت داشته باشم، همه اونا رو لازم نداشته باشم، فقط همین یه دونه رو لازم داشته باشم. پس فقط اونی که لازم دارین رو چک باکسش رو بزنین. بعد شما دوتا امکان دارین، یکی لود هست یکی ترانسفورم هستش. ترانسفورم برای چی هست؟ واسه زمانی که من الان داده‌هام شاید تمیز نباشه، بخوام تمیزش کنم یا بخوام چیزی رو تغییر بدم، این ترانسفورم رو میزنم. الان من اوردر دیت من میبینین که به صورت
عدد هستش. من این رو میخوام به تاریخ تبدیل کنم. پس برای اینکه این کار رو انجام بدم ترانسفورم دیتا رو میزنم. وقتی که ترانسفورم دیتا رو میزنین، بذارین من بدم پایین، شروع میکنه پروسس کردن و بعدش واسه ما یک محیط جدید رو میاره باز میکنه که به نام همون ادیتور هستش، پاور کوئری ادیتور هستش که من میتونم داده هام رو توش ادیت بکنم. وقتی که اون رو زدیم میاد اون تب در واقع شیت دیتای من رو آورده، اطلاعاتش رو اینجا قرار داده که میتونم ادیت بکنم و اینجا ویژگی هاش رو هم نوشته. اولین چیزی که میخوام تغییر بدم اسم دیتا هست. چرا؟ چون من هر چی که داده میخوام بگیرم بیارم اینجا ممکنه اسم دیتا داشته باشه، خب، و این مناسب نیسته. شاید من برم دوباره یه خروجی اکسل دیگه ازشون بخوام، از سرورم بخوام و اینجا وارد کنم، دوباره اسم دیتا بذارم گیج میشم. پس اولین چیزی که تغییر میدم اسم این رو مینویسم سیلز دیتا، چون داده های مربوط به فروش هستش. حالا سیلز دیتا هم شاید کلی باشه، مثلا بخوام تغییرش بدم و جزئی ترش کنم که بسته به اون شیتایی هستش که در آینده اینجا میخونین یا تعداد شیتای مختلفی هست که میخونین. اما این داده های واقعا فروشه. چرا؟ چون اوردر آیدی دارم، زمان فروش دارم و غیره دارم. خب این رفرش رو هم زدم که بتونم تمام ویژگی هاش رو استفاده بکنم. الان اینجا توجه بکنین کارها و گام هایی که من تغییراتی که توی این در واقع اکسلی که بودش دارم میدم رو اینجا واسه تو مینویسه. برفرض من میخوام این order date رو الان به صورت رقم نباشه، به صورت واقعا date باشه. data typeش رو اینجا نگاه کنین، نوشه whole number. من میخوام بگم آقا این تاریخه، عدد نیست. و اینجا از من میپرسه که آقا من یه چنین گامی رو داشتم، خب میخوای با اون گام قبلی ریپلیسش کنی یا یه دونه گام جدید ایجاد بکنی؟ من یه گام جدید ایجاد میکنم اینجا که شما هم ببینین الان چنج تایپ یک شدش، یعنی یه دونه گام اومده و نور رو تغییر داده که همون تاریخ شده. اینجا مثلا چنج تایپش رو لازم نیست دیگه تغییر بدیم پرایس رو. برای چی؟ به خاطر اینکه درست دلار هست و ما نمایش دلاره، فرقی نداره که حالا من دلار بخوام جلوش بذارم یا نذارم، مهم اینه که به این صورت نشون بده. اما اگر تکست بود باید حتما عددش کنم. خب چیز دیگه ای نیست که اینجا من بخوام تغییر بدم و بخوام ازش در واقع تغییر خاصی بدم. یه چیزی رو اینجا ببینین، من اینجا داده های نول دارم، یعنی اندازه پکیجی که داره بعضیاش نمیدونیم چند هستش. اگر اینا نول ها توی تجزیه تحلیل دادتون باعث گمراهی باعث بشه که نتونین گزارش خوبی بگیرین، میتونین ریمووش کنین. خب چطور میتونم ریموو کنم؟ ریموو راوز رو میتونم بزنم، ریموو بلانک روز رو بزنم، یعنی اگر رو بلانکی داشتش رو بزنم، یا ریموو ارورز رو بزنم. خب این باعث میشه چیزایی که ارور داشته باشه رو از بین ببره، که حالا اونجا چون دادش زیاد مهم نیست من این کار رو نمی کنم. خب وقتی که تمام تغییرات رو دادین میتونین اپلای و کلوز رو بزنین. ببینین توجه کنین اینجا تعداد زیادی در واقع من ابزار برای تغییر توی داده هام دارم که دیگه خیلی از نیازهای من رو برآورده میکنه که تو اکسل نخوام اون تغییرات رو بدم. و به خاطر همین توجه بکنین من اون اکسل رو اگر تغییر بدم، گفتم هر دفعه باید برم منوال تغییر بدم، اما اینجا یه بار که تغییر رو میدم اینجا گام میزنه واسه من و هر وقت که من رفرش میکنم یا دوباره داده رو میخوام بخونم این گام ها رو ایجاد میکنه و میبره جلو. یه چیز دیگه هم توجه بکنین، الان من تاریخی که دارم واسه فروشم آخریش واسه سال 2012 هستش. برفرض سال دیگه اومدم داده‌های جدید اضافه کردم یا اصلا داده‌هامو اومدم از سال 2012 تا 2020 رو خواستم خانش بکنم تو اون اکسل قرار دادم، تنها کاری که لازمه بکنم این هستش که من اون اکسل رو پاک بکنم و اکسل جدیدم رو با همون اسم، با همون اسم سیلز دیتا تو همین آدرس قرار بدم، یعنی کپی از ریپلیسش بکنم. و وقتی که این کار رو کردم رفرش دیتا بکنم تمام اون داده ها تبدیل میشه از 2012 تا 2020، دیگه لازم نیست کار دیگه ای بکنم.
و همه این گام ها رو میاد انجام میده و داده های من رو تمیز میکنه و نمودارها و ریپورتی که گذاشتم رو آپدیت میکنه. و این یکی از ویژگی های خیلی خوبش هستش که کارهای مانوال یا دستی رو کم میکنه. خب کار ما واسه خانش داده ها اینجا تموم شد. هستش که من شیت رو تغییر بدم، فرمت داده ها رو واسه هر کدوم از اینا رو درست بکنم اگر درست نیستش، و وقتی که فرمت درست شد و به این شکل در واقع مثلا دیت واسه دیت در اومد، عدد واسه عدد در اومد، اون وقت اپلای اند کلوز بکنم. خب این کار رو انجام میدم، اپلای و کلوز رو میذارم. الان داده های من رو داره فراخوانی میکنه و وقتی که فراخوانی کردش الان داره اپلای میکنه، میاره تو قسمت فیلدز، تو این ریبون سمت راست اولین ریبون قرار میده. خب تو اینجا ما میبینیم که اولین چیزی که هست، نها کنید توجه کنید، این کل شیت من هستش، سلز دیتای من هستش. من اگر شیت های دیگه خونده باشم به این صورت میاد پایین میچینه، یا اگر به یک SQL سرور دیگه وصل شده باشم میاد تو اینجا میچینه هر کدوم از اینا رو، و تو هر در واقع هر کدوم از اینا یه پایگاه دادن. خود اون برگ اکسل من یه شیت، یه خود اون شیت اکسل من یه پایگاه داده است که داره داده ها رو ذخیره میکنیم توش، و وقتی که باز بکنیم سرستون ها رو میبینیم. مثلا این یکم بزرگترش بکنم اینجا، مثلا ستون کاستومر نیم، کاستومر سلکشن. توجه بکنه اوردر آیدی تو اون اکسل اول بودا، اما الان اینجا اول نیست و به ترتیب حروف الف و اومده اونا رو چیده. خب پس این مورد رو توجه بکنیم، ولی هر کدوم از اینا سرستون های من هستش که تو اون اکسل دارم. من توی پاور بی آی میتونم ستون های جدید ایجاد بکنم، ناکنین خودش خودکار رفته توی تیبل تولز نیو کالم میتونم بزنم، یا اصلا یه تیبل جدید درست بکنم، یا نیو میجر بزنم. و حالا کویک میجر هم که روش سریع‌تر تهیه نیو میجر هستش که در جلسات بعدی در خصوص اینا صحبت میکنیم. اما چیزی که میخوایم الان ببریم جلو استفاده از خود همین دادهایی که هستش که اینجا داریم. یعنی فرض ما این هستش که الان اکسلتون داده ها رو داره، چیزی لازم نیست بهش اضافه و کم بکنیم و از همینا میتونیم استفاده بکنیم. خب این یه مورد. مورد بعدی که داریم میبینین اینجا علامت ها رو میبینین. خب مثلا اینجا دیس اکاونت روش بغلش زیگما داره، اما این بغلش هیچی نداره، این یکی بغلش تقویم داره. حالت سلسله مراتبی دیت رو ببینم که سال، فصل، ماه و روز هستش و بغلش زیگما باشه. یعنی چی؟ یعنی به صورت عددی هست، من میتونم جمع بکنم، عملیات ریاضی روشون انجام بدم. ببینید اوردر آیدی به صورت منطقی نباید عدد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من نمیام شماره سفارش ها رو با هم جمع و تفریق بکنم دیگه، من فقط اون رو به عنوان یک آیدی یا شناسایی دارم استفاده میکنم. اما تو اکسل اون رو به صورت عدد خونده بود. شما خیلی جاها ممکنه وقتی که دارین خروجی میگیرین از سرورتون به صورت تکست بخونه، مشکلی نیست اگر تکست هم بودش یا عدد بودش، اما به صورت درست و صحیحش این هست چون تکسته، چون ما لازم نیست روش عملیات ریاضی انجام بدیم، اما چون اهمیت خاصی نداره گذاشتیم همینطور بمونه، تغییرش ندادیم. حالا تکست باشه یا عدد باشه، ما روش عملیات خاصی انجام نمیدیم به صورت پیش فرض. اما پرایس یا قیمت یه چیزی هستش که من روش عملیات ریاضی انجام میدم، جمع میکنم، میانگین میگیرم، تقسیم میکنم و کارهای مختلف. اما اولویت یا طبقه محصول و غیره همه اینا تکس هستن و چیزی کنارشون نیست. خب این میشه فیلدهای من که میتونم ازش استفاده کنم. حالا من از این فیلدها و از این ویژوالیزیشن ها و چیزهایی که حالا دارم و ابزارهایی که دارم میخوام استفاده کنم و به این گزارش اولیه‌ام برسم که یه گزارش ساده هستش که تو جلسه بعد ما میاییم یه چنین گزارشی رو با هم دیگه تهیه میکنیم توی پاور بی آی و هم میبریم جلو. تو این جلسه فقط میخواستیم نحوه گرفتن داده ها و فیلد ها و پایگاه داده هام رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر میخواین داده های اکسل رو تهیه بکنین از وبسایت ما، میتونید توی قسمت محتویات در واقع دوره برین و تو قسمت محتویات دوره بخش ورود داده ها رو
تهیه بکنین، خرید بکنین و تهیه بکنین و از این اکسل هم استفاده بکنین اگر خواستین. اگر هم میتونین از اکسل داده‌های خودتون استفاده بکنین، تفاوتی نداره، لزومی نداره دقیقاً همین داده‌های من رو داشته باشین. میتونین یه دونه اکسل واسه خودتون جدا داشته باشین، ولی گام‌ها و کارهایی که من انجام میدم رو بر اساس حالا داده‌های خودتون ببرین جلو و گزارش رو تهیه بکنین. پس لزومی نداره دقیقاً همین گزارش رو تهیه بکنین، اما روند رو به صورت گام به گام با من پیش میاد. یه نکته دیگه ای هم که باید توجه بکنیم وقتی داده ها رو فراخوانی کردین، اولین کار ذخیره کردن هست. چرا؟ چون ممکنه یهو یه چیزی بپره و بعد دوباره باید مثلا فایلتون کلا بپره. پس هر دفعه ما سیو رو می انجام میدیم. پس من یه سیو رو اینجا میزنم، میبینید که فولدرتون رو میگه تعریف بکنید و اسمی که میخواین. من میام اینجا مثلا مینویسم، اسمش رو اینجا مینویسیم و بعد میبینیم که مثلا اینجا پسوندش هم .pbix هستش که پسوند فایل های Power BI هستش که به همین پسوند ذخیره میکنین تو جایی که میخواین. من همینجا این رو ذخیره میکنم و فایل Power BI من به این شکل توی اینجا ذخیره شده و میتونم بعدن که با اینو اگر ببندم دابل کلیک کنم روش با Power BI بازش بکنم. خب ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.